آنچه از تو میدانم با خلق بگویم تا خلق سنگ سارت کنند. مرکز مولانا شناسی در سال 2017 در لس آنجلس پایه‌گذاری شد. این مرکز با برگزاری همایش‌های ماهانه در بزم عارفان، فعالیت‌های مستمر علمی و پژوهشی را با هدف اشاعه فرهنگ ایران دنبال می‌کند. ویژن خلیلی، ناشر ایرانی، یکی از پایه‌گذاران این مرکز است. حضور ما در امریکا و اشتیاق امریکاییان به مولانا و مولای روم باعث شده که واقعا خیلی چیزا بر محور رومی بچرخه و مولای روم بچرخه. به همین دلیله که اسم اینجا رو گذاشتیم مرکز جهانی مولانا. ولی واقعیتش اینه که مهم برای ما اندیشه های این عرفا و عرفانی و عرفان ایرانه که در حقیقت شناخت جهان از طریق عشقه. اهمیت عرفان ایران در جهان امروزه بسیار مشهود است. مرکز مولانا شناسی اندیشه های جهانی مولانا، تفکری سکولار و البته دیگر اندیش را مطرح می کند. بابک صفوت، پژوهشگر متون عرفانی، سالها در ایران فعال بوده و در آمریکا نیز سیدی در بزم خدا از زندگی مولانا را تهیه و تولید کرده. آثاری رو در ایران به چاپ رسوندم، چند کتاب، چندین برنامه عرفانی در ایران در شبکه دو ساختم راجع به شخصیت‌های عرفانی، با افراد ویژه‌ای تونستم در اون سال‌ها مصاحبه بکنم، از جمله مثلا خانم آن ماری شیمل، مولوی شناس آلمانی بودن. مراکز متعددی وجود داره و دارن کار میکنن. آثاری که ترجمه شده خیلی متفاوت هست بعضن با اون چیزی که عمق معنایی که در واقع خود مولانا دنبالش بوده. جلساتی به این شکل تنها یک هدف جدی را دنبال میکنند، سفیر فرهنگی باشند برای داشته های ارزشمند معنوی و فرهنگی کشور در این سوی اقیانوس ها. هدف مرکز جهانی مولانا شناسی شناساندن بیشتر و بهتر عرفای ایران و آثارشون به جامعه ایرانی خارج از کشوره. پریسا فرهادی، ایران اینترنشنال، لس آنجلس.